کشور یمن بیش از هشت سال است که با جنگ دست و پنجه نرم می کند. در طول این مدت میلیون ها شهروند یمنی کشته زخمی و یا آواره شدند. در همین حال دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه ضمن تاکید بر اینکه بیشتر مردم یمن نیازمند کمک هستند و از ناامنی غذایی رنج میبرند خواستار افزایش کمک های نجات بخش به این کشور شد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. جویس امسویا دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و معاون هماهنگ کننده کمک های در روز گذشته یک شنبه با صدور بیانیه در پایان سفر نه روزه خود به یمن ضمن درخواست افزایش کمک های بشر نجات بخش به این کشور نسبت به گرسنگی میلیون ها شهروند یمنی هشدار داد. امسویا در بیانیه خود آورده تشدید کمک های بشر دوستانه نجات بخش در یمن برای حفاظت از جان میلیون ها فرد آسیبپذیر پذیر که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند لازم است. وی افزود نزدیک به 23 میلیون و 400 هزار یمنی یعنی بیش از دو سوم جمعیت این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند در حالی که 17 میلیون نفر نیز از ناامنی غذایی رنج میبرند. در این بیانیه همچنین آمده نرخ سوء تغذیه در میان زنان و کودکان یمن در زمره بالاترین آن در جهان است جایی که یک میلیون و سیصد زن باردار یا شیرده و دو میلیون و دویست کودک زیر پنج سال به درمان برای سوء تغذیه یا حاد نیاز دارند خانم امسویا ضمن اعلام این که طی سفر نه روزه خود در استانهای صنعا در شمال عدن در جنوب معرب در مرکز و الحدیده در غرب این کشور در جریان وضعیت انسانی قرار گرفته هشدار داد بدون پایبندی مداوم طرف های اهدا کننده میلیون ها نفر از گرسنگی رنج خواهند برد و زندگی میلیون ها کودکی که از سوی تغذیه رنج میبرند نیز در معرض خطر خواهد قرار گرفت. گفتنی است بر اساس گزارش سازمان ملل جنگ یمن که در اواخر سال 2014 آغاز شده تا پایان سال گذشته میلادی 377 هزار کشته بر جای گذاشت و به اقتصاد این کشور نیز 126 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. فاطمه موسوی اخبارشیه